دو حادثه انفجار 7 تیر و 8 شهریور 1360 شمسی در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران همچنان پر از رمز و رازهای ناگشوده و ناگفته است. مسئله ای که از همان ابتدای وقوع به شکلی بسیار مرموز مسیر پرفراز و نشیبی طی نموده و به پیچیده ترین پرونده های امنیتی حل ناشده ایران تبدیل گردید. ساعت 3 بعد از ظهر روز 8 شهریور ماه 1360 بود که جلسه شورای امنیت کشور برگزار شد. حاضران این جلسه افراد مهم کشوری بودند: محمدعلی رجایی رئیس جمهور، محمد جواد باهنر نخست وزیر و مسعود کشمیری جانشین دبیر شورای امنیت بالای میز جلسه نشسته بود. تیمسار وحید دستجردی کنار باهنر و بعد از او اخیانی به جای فرماندهی ژاندارمری کل نشسته، در کنار وی به ترتیب تیمسار کتیبه، سرودینی معاون وزیر کشور، خسرو تهرانی از اطلاعات نخست وزیری، کلاهدوز قائم مقام سپاه یک طرف میز بودند و طرف دیگر میز تیمسار شرفخواه معاون نیروی زمینی، سرهنگ وحیدی معاون هماهنگی ستاد مشترک، سرهنگ وسالی فرمانده عملیات نیروی زمینی و سرهنگ صفاپور فرمانده عملیات ستاد مشترک قرار داشتند. ضبط صوت بزرگ کشمیری که مخصوص ضبط جلسات است درست نزدیک رجایی و باهنر قرار می گیرد و کشمیری طبق معمول هر جلسه چای می ریزد و برای حاضرین می آورد. پس از گفتگوی کوتاهی با خسرو تهرانی از جلسه خارج می شود. او پیش از خروج از جلسه کیف بزرگی را که همیشه همراه دارد با پا به نزدیکی رجایی هدایت می کند. کشمیری از ساختمان نخست وزیری خارج می شود و در میدان پاستور نزد کسانی می رود که منتظر اوست تا دبیر شورای امنیت را به یک نقطه امن انتقال دهند. همزمان صدای انفجار شدیدی منطقه را می لرزاند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول عبور از بحران نوشته اکبر هاشمی رفسنجانی، کتاب دوم کارگران و انقلاب 57 نوشته آصف بیات. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. از مسعود کشمیری عامل انفجار دفتر نخست وزیری به عنوان یکی از سزل اصلی نفوذ در سال 60 یاد می شود. همراه با محمد رضا کلاهی صمدی عامل انفجار 7 تیر و عباس زریباف. واقعی انفجار نخست وزیری در 8 شهریور 1360 به کشته شدن محمدعلی رجایی و محمد جواد باهنر رئیس جمهوری و نخست وزیر ایران انجامید. در آن زمان ابتدا تصور می شد خود کشمیری هم کشته شده و حتی محمود مرتضایی فر در مراسم تشییع جنازه 9 شهریور 60 در مقابل مجلس پس از یاد کردن از رجایی و باهنر فریاد میزد کشمیری خدا حافظ و تابوتی حاوی یک مشت خاکستر هم به عنوان جنازه او تشییع شد. مطابق نظر کارشناسان بمب از نوع خاص تخریبی آتشزا بود که از حدود 2 پوند TNT و مقداری منیزیم تشکیل و در یک کیف دستی جاسازی شده بود. سید رضا زوارعی اولین دادستان انقلاب ایران ماجرای آن دقایق را اینگونه شرح می‌دهد: بر اساس تحقیقات من در روز حادثه همه افراد حاضر در دفتر نخست وزیری پشت میزی بزرگ و طویل نشسته بودند. یک سر میز مرحوم رجایی نشسته بود، سپس نخست وزیر یعنی مرحوم باهنر، بعد از آن آقای مهدوی وزیر کشور که آن روز
دیر رسیده بود. پس از آن رئیس شهربانی و دبیر شورای امنیت خسرو تهرانی، بعد از آن هم دو طرف میز تا آخر نماینده نیروها نشسته بودند. مطلب مشترکی که همه آنها در بازجویی گفتند این بود که در آن جلسه کشمیری منشی شورا بوده و در قسمت جلو جای خسرو تهرانی نشسته بود. صندلی خسرو تهرانی هم در انتهای غربی میز قرار داشت. کشمیری کیفش را می‌گذارد، بعد برمی‌خیزد، چای می‌ریزد و جلوی مرحوم رجایی و باهنر می‌گذارد. سپس چند دقیقه ای با تهرانی در گوشی نجوا می‌کنند. آنگاه به انتهای سالن می‌رود و درست زمانی که قصد داشت از اتاق خارج شود، بمب منفجر می‌شود. برد ماده منفجره حد اکثر 2 یا 3 متر بوده است. چند نفر از حاضران از جمله معاون فرمانده ژاندارمری و مرحوم دستجردی رئیس شهربانی نیز که در زمان حادثه نزدیک باهنر نشسته بودند زخمی شدند، اما برای بقیه اتفاقی نیفتاد. متخصصان هم می گفتند بمب فقط در محدوده ای حد اکثر تا 3 متر قدرت تخریب داشته. با این همه برای کشمیری که در دورترین فاصله از آن قرار داشت، جسدی ساخته بودند که فقط یک کیسه خاکستر بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش درباره شدت انفجار نوشته است: جنازه ها را که به سالن مجلس آوردند مشاهده کردم، سخت سوخته بودند. آقایان باهنر و رجایی را فقط از دندانهای طلای جلوی دهان و آسیایشان میشد تشخیص داد. علامت دیگری نمانده بود. مقداری گوشت هم در کیسه نایلونی کرده بودند به عنوان فرد دیگری به نام مسعود کشمیری منشی جلسه آوردند. آیت الله ربانی املشی دادستان کل کشور در شامگاه 22 شهریور 60 در تلویزیون حاضر شد و مسعود کشمیری را عامل انفجار دفتر نخست وزیری اعلام کرد و گفت عامل انفجار نخست وزیری همان شخصی بود که نام او در بین شهدا برده شد و روز اول در کنار شهیدان عزیز، رئیس جمهور و نخست وزیر محبوب ما به عنوان شهید سوم قلمداد و جنازه ای به نام او به وسیله مردم تشییع شد. مسعود کشمیری که در نخست وزیری جا باز کرده بود، تقریبا از همه چیز اطلاع داشت و دبیر شورا بود. کشمیری از 1 سال قبل وارد نخست وزیری شد و خیلی خوب نقش خود را بازی و چهره واقعیش را مخفی کرد، به طوری که یکی از مسئولان امر در نخست وزیری می گفت در بین 1000 احتمال یک احتمال انحراف درباره او نمی دادیم. سرهنگ کتیبه در شرح واقعه رویداده می گوید من موقع ورودم به اتاق کنفرانس مشاهده کردم که آن خائن از خدا بی خبر در حال ورود به جلسه است. قبل از همه مرحوم وحید دستجردی گزارش وقایع هفته شهربانی را عنوان کرد. مرحوم کلاهدوز هم در آن جلسه از طرف سپاه پاسداران حضور داشت. در همین لحظات که بحث و گفتگو در جلسه ادامه داشت، من ناگهان احساس کردم همینطور که روی صندلی نشسته بودم بی اراده سراپا ایستاده و تمام صورتم و مخصوصا پیشانیم به شدت می سوزد. مسئله‌ای که برای من اهمیت دارد شدت انفجار بود که ما صدای آن را در آن لحظه نشنیدیم، ولیکن پرده های گوش افرادی که آنجا بودند تمام پاره شده بود. مسعود کشمیری که بود؟ کشمیری متولد 1329 در کرمانشاه و دارای مدرک لیسانس علوم اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران بود. قیافه حق به جانب، تسبیح به دست و اهل استخاره و دعای کمیل خواندن در جلسات و پیش قدم در پیش نماز شدن، این تصویری است نقش بسته شده در ذهنها از مسعود کشمیری تا پیش از انفجار دفتر نخست وزیری. البته یک تصویر تکراری دیگر هم از او هست،
اینکه او همواره دو خودکار در جیب داشته، یکی برای نوشتن مطالب شخصی که ادعا می کرد از پول حقوق خود تهیه کرده و دیگری برای کارهای دولتی و متعلق به اموال بیت المال. برخی هم خاطرشان هست که او گاه به گاه پیشنهادهای تندی هم علیه مجاهدین خلق داشته و یک بار پیشنهاد بمباران ایستگاه رادیویی مجاهدین خلق را داده بود. در کنار این تصاویر اما تصاویر دیگری هم هست، کسی که در همه جلسات حضور داشته اما توجه خاصی را به خود جلب نمی کرده، می رفته، می آمده و حتی درباره او گفته شده که آنقدر مورد اعتماد بوده که موقع تردد در دفتر نخست وزیری بازرسی بدنی هم نمی شده است. هرچه می خواسته می برده و می آورده. گفته شده که او پیش از انقلاب عضو سازمان مجاهدین بوده و اینکه برادر همسرش ابوالفضل دلنواز نامزد رسمی مجاهدین خلق در اسلام آباد غرب در دوره نخست انتخابات مجلس شورا بوده است. در این حال او در بدو تأسیس سپاه مدتی به عضویت آن هم درآمد و بعد هم عضو مؤثر ستاد خنثی‌سازی کودتای نوژه به نمایندگی از کمیته اداری رکن دوم ارتش شد. کشمیری در نهایت به دفتر تحقیقات اطلاعات نخست وزیری می رود و مدتی هم جانشین خسرو تهرانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می شود، تا جایی که برخی نامه ها را به جای دبیر و با عنوان از طرف امضا می کند. سعید حجاریان که آن زمان خود در اطلاعات نخست وزیری بوده در گفتگویی بیان کرده بود بعد از انفجار در پیگیری ها از مادر و خواهر کشمیری به ارتباط خانوادگی او با سازمان دست پیدا کردیم. برادرهای همسر کشمیری در قصر شیرین عضو سازمان بودند که با امکانات کمی که ما در گزینش افراد در ابتدای انقلاب داشتیم به این ارتباطات دست نیافتیم. چندی پس از حادثه 8 شهریور مقاله‌ای در نشریه مجاهد، ارگان رسمی سازمان مجاهدین خلق، منتشر شد که تأکید داشت کشمیری یکی از قهرمانان عملیات ویژه است. از سوی دیگر مسعود رجوی در سال 1378 در یک جلسه محرمانه با ژنرال حبوش رئیس سازمان امنیت صدام به انفجار دفتر نخست وزیری و ساختمان حزب جمهوری توسط سازمان مجاهدین خلق رسما اعتراف می کند. البته فیلم این ملاقات و سایر دیدارهای مقامات امنیتی عراق با رجوی که به طور محرمانه و بدون اطلاع مسعود رجوی ضبط شده و در جریان حمله آمریکایی ها به عراق و سقوط صدام در دسترس مردم قرار گرفت. رجوی در این دیدار از تبلیغات برخی رسانه‌های غربی به دلیل تروریست نامیدن سازمان مجاهدین خلق گلایه می‌کند و یادآور می‌شود که مقامات ارشد آمریکا و فرانسه از عملیات‌های ویژه سازمان یعنی انفجار نخست وزیری و ساختمان حزب جمهوری اطلاع کامل داشتند. در سال 1371 یعنی 11 سال بعد از انفجار، موجی رسانه‌های اروپایی و آمریکایی را برداشت، زیرا یکی از مقامات CIA اعلام کرده بود که نخست وزیری ایران و حزب جمهوری اسلامی را عوامل خود ما منفجر کردند. آنچه ماجرای 8 شهریور سال 60 را به عنوان یکی از اسرارآمیزترین نقاط تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرده، نفوذ فردی به نام مسعود کشمیری به بالاترین سطوح اطلاعاتی و امنیتی کشور است. از سوی دیگر رازآلودگی داستان کشمیری آنجایی بیشتر می شود که پس از انفجار 8 شهریور برخی ادعا کردند که او به طور کامل در این حادثه سوخته است. برخی منابع می گویند عوامل سازمان مجاهدین مینو دلنواز همسر کشمیری را
همزمان با انفجار نخست وزیری از محل سکونتش به یک خانه تیمی در محله نظام آباد تهران بردند. کشمیری نیز پس از ملحق شدن به همسرش از تهران به کرج، قزوین و سپس کردستان رفت و نهایتاً از طریق مرز زمینی به عراق، ترکیه و سپس اروپا گریخت. سرانجام کشمیری چه شد؟ یکی از مسئولان امنیتی پس از اتفاق 8 شهریور گفته بود در اصل ما دنبال این بودیم که ببینیم عوامل انفجار چه سرنوشتی پیدا کرده اند. چند سال بعد برخی اعضای مهم که از مجاهدین خلق جدا شدند افشا کردند که مثلا آقای محمد باقر امینی راد که در عراق به عنوان مترجم عربی مجاهدین فعال بوده و در بخش عربی سازمان هم فعالیت کرده همان کشمیری است، یا بنابر تحقیقات پلیس امنیتی هلند فردی به نام علی معتمد که چندی پیش به طرز مشکوکی در هلند کشته شد همان کلاهی عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی است. سید جواد هاشمی نژاد هم در این باره گفته است مسعود کشمیری و کلاهی زندگی مخفی و پنهانی داشتند و تا جایی که من مطلع شدم این دو نفر به احتمال قوی توسط عناصر خودشان از بین رفتند. اول دی ماه 1392 خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه خبر داد مسعود کشمیری عامل انفجار نخست وزیری و محمد رضا کلاهی صمدی عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی در آلمان رؤیت شدند. وی که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت نامبردگان که از اعضا و هواداران فعال سازمان مجاهدین خلق و خط نفوذ در نهادهای حیاتی حساس و مهم جمهوری اسلامی بودند هنگام خوردن غذا در رستورانی در شهر کلن و هنگام رانندگی در شهر هامبورگ آلمان مشاهده شده اند.